با عرض سلام درود خدمت عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشالله سلامت و موفق و مؤید در پناه حضرت حق باشید. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه‌ای آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق الله العلی العظیم. آیه ای بود از سوره مبارکه آل عمران که خدمتون عرض کردم، آیه 26 سوره مبارکه آل عمران، که بنده‌ای که به درجه معرفت رسیده یک چنین راز و نیازی با پروردگار انجام میده. اللهم یعنی یا الله، یعنی از ادات دعا است. یعنی وقتی در زبان عربی میخوان دعا بکنند از واژه یا استفاده میکنند، یعنی یا الله. اما اللهم هم مانند یا الله همون معنی رو میده، یعنی خداوندا. و در ادامهش عرض میکنه که بنده خدمت خداوند عرض میکنه، خداوند من به این درجه از معرفت رسیدم که درک کردم، بر من کشف شده، مشهود شده که انکه، یعنی اینجا انکه مستتره، به قرینه محذوفه، خداوند انکه مالک الموت، یعنی مالک، مالک الملک تو هستی. حقیقتا مالک ملک تو هستی ای خداوند. اما اینجا چنان که عرض کردم انکه محذوف به قرینه مستتر شده و حذف شده، فلذا میگه اللهم مالک الملک، ای خداوندی که مالک ملک تو هستی، این تویی که تؤتی الملک من تشاء، که ملک رو میبخشی، اعطا میکنی به هر کسی که خودت میخوای، میدهی، واگذار میکنی ملک رو. من
به هر کسی که تشاء که مشیت تو به اون تعلق میگیره و تنزع الملک و منتزع میکنی، یعنی جدا میکنی ملک را، من تشاء، از هر کسی که ملک در اختیارش بوده و مشیت تو اقتضا کرده که ملک رو ازش بگیری. و در ادامه می فرماید تو ازو من تشا، شما هستی ای خداوند که عزیز می کنی هر کسی رو که بخواد، و تو زلو من تشا و ذلیل می کنی هر کسی رو که مشیت خودت تعلق که ذلیلش کنی. به ید کل خیر، و به همه این کارها رو، این دادنها و گرفتنها رو، این بزرگ کردنها و کوچک کردن، همه اینها رو به ید کل خیر انجام میدی، یعنی به دست قدرت خودت که جز خیر از ای صادر نمیشه. انک علی کل شیء قدیر، و تو ای خدای بزرگ بر هر کاری که بخوای که صورت تحقق و انجام به خودش بگیره قادر است. این آیه 26 سوره مبارکه آل عمران چون که ملاحظه کردید با قول شروع میشه، یعنی خداوند به رسول اکرم میگه شما میخوای راز و نیاز بکنی با پروردگار خودت، اینو بگو، قول اینو بگو، بگو اللهم، ای خدا. حال آیات بسیار زیادی در قرآن مجید وجود داره که با قول شروع میشه، بگو این رو بگو، اما در این حال در کنار آیاتی که با قول شروع میشه سوره هایی در قرآن مجید وجود داره که اونها هم اون سوره ها با قول شروع میشه، یعنی 4 سوره در قرآن هست که با قول شروع میشه، آیه خیلی زیاده اما 4 سوره هست که با قول شروع میشه. قول یعنی بگو، یعنی این قول رو بیان بکن، به زبان بیار، بگو. و این 4 سوره رو که هر 4 تا سوره های کوتاه هستند در قرآن مجید و با قول شروع میشند و 4 تا هستند، به اینها میگن 4 قول. از این 4 سوره 2 اصطلاحاً بهش معوذتین گفته میشه، یعنی پناه جستن به خداوند، یعنی کسی که این 2 سوره رو بیان میکنه داره به خداوند متمسک میشه، به خداوند متوسل میشه، به خود خدا، نه به کسی، خود خدا، برای اینی که پناه ببره به ید خیر خداوند، به ید کل خیر، به دست قدرتی که جز خیر ازش صادر نمیشه پناه ببره. از چی؟ من شر ما خلق، از شرارتی که در بعضی از مخلوقات وجود داره. معوذتین 2 سوره است که با قول شروع میشه و مقصود از بیانش اینه که انسان به خداوند پناه ببره، یعنی استعاذه بکنه.
این دو سوره قل اعوذ برب الناس ملک الناس در آیه 26 سوره آل عمران دیدیم که می‌فرماید مالک، مثل مالک یوم الدین، مالک الملک، خداوندی که مالک ملکه. ملک یعنی هر چیزی که تملک میشه نسبت بهش پیدا کرد، یعنی سرزمین، دستگاه حاکمه، یک تشکیلات، هر چیزی. صفت خداوند اینه که اون ملک رو که خودش مالکشه در اختیار کسی قرار بده که مشیتش به این امر تعلق میگیره. در اینجا در آیه 26 سوره آل عمران خداوند به صفت مالک مورد راز و نیاز بنده قرار میگیره. قل اللهم مالک الملک، اینجا مالک. اما در سوره، در یکی از این دو سوره معوذتین، چنان که عرض کردم، میفرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ملک و مالک فرق داره. مالک یعنی صاحب، دارنده، اما ملک یعنی پادشاه. در اینجا خداوند رو قرآن مجید ملک معرفی میکنه، یعنی پادشاه معرفی میکنه. اینجا خداوند به صفت پادشاه معرفی شده. حال ملک به معنی پادشاه یک صفتیه که مشترک بین خداوند که در این سوره ملک خونده شده و بین ملوک، یعنی پادشاهان ملک هستی، ملک گیتی. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله و جعلوا اعزت اهلها اذله و کذالک یفعلون. میگه رویه جاری پادشاهان اینجوریه، پادشاهان روی زمین، که وقتی یک جایی رو تحت تصرف خودشون، یه سرزمین رو تحت تصرف خودشون میگیرند، زیر و روش میکنند، یعنی مناسبات اجتماعی رو در اونجا زیر و رو میکنند. اونهایی رو که تا حالا عزیز بودند میکشن از تخت عزت پایین، و اونهایی رو که ذلیل بودن میکشن به تخت عزت. این رویه پادشاهانه، اینجوری رفتار میکنن. این مربوط به پادشاهان زمینیه، اما خداوند پادشاه هستی و پادشاه مردم، شاه واقعیه. قل اعوذ، پس بگو که من پناه میبرم به خداوندی که شاه مردم، شاه واقعی مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. اینجا این سه صفت رو، یعنی رب ناس، خداوند رب مردمه، و رب واژه عربی نیست، واژه دخیل در زبان عربیه، از زبان آرامی وارد زبان عبری و وارد زبان عربی شد. به معنی مربی نیست. رب معنی بسیار وسیع‌تر و عظیم‌تری داره.
مانند واژه اله، اله الناس، که این واژه هم عربی نیستش، دخیل در زبان عربیه و از زبان آرامی وارد زبان عبرانی شده و از زبان عبرانی وارد زبان قرآنی شده. اما ملک واژه عربیه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من به این خداوند که این صفات رو داره پناهنده میشم. من میخوام پناهنده بشم. به کی باید پناه ببرم؟ به کجا باید به پناه ببرم؟ من یه پناهجو هستم، میخوام پناهنده بشم. به کدوم مرجعی، به کدوم ملجعی باید پناه ببرم؟ قل اعوذ برب الناس، پناه ببرم به رب الناس، ملک الناس، یعنی اعوذ به ملک الناس، اعوذ به اله الناس. ولی دیگه این اعوذ رو اینجا تکرار نکرد، عطف کرده. اینها عطف بدون اینکه عطف معنویه، یعنی عطف لفظی نیست، واو عطف، واو عاطفه توش نیست، ذکر نشد، به صورت معنوی عطف پیدا کرده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس. من شر الوسواس، پس داره از شر فرار میکنه. بنده میخواد از شر فرار بکنه، به کجا باید پناه ببره؟ به خیر باید پناه ببره دیگه. به همین دلیل در آیه 26 سوره مبارکه آل عمران میفرماید به یدک الخیر، اون دست قدرت خداوند که جز خیر ازش صادر نمیشه و هر شر رو دفع میکنه. حال در اینجا داره راجع به وسواس صحبت میکنه و عرض کردم در مجالس قبلی فوسوس لهما، که رویه‌ای که منافق به کار میبره، رویه‌ای که دشمن دوست نما به کار میبره، وسوسه است. و عرض کردم خدمتتون که وسوسه عبارت است از نجوای زیر گوشیه. یعنی زیر گوش یه نفر به صورت مداوم زمزمه کردن، یه چیزی رو گفتن، تکرار کردن بر علیه یه نفری در مورد یه امری، برای اینکه ذهنش رو تخریب بکنه. و این رویه در قرآن مجید به ابلیس نسبت داده میشه، میگه ابلیس این روش رو به کار میبنده با هدف اینه که مؤمن رو فریب بده، از راه به بیراهه منحرفش بکنه. خیلی خطرناکه دیگه. فدلاهما به غرور، و برای این کار، یعنی برای اینکه بتونه نفوذ کنه به ذهن مؤمن، مبادی ایمان مؤمن رو هدف قرار میده. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، یعنی قسم میخوره به نام اعظم، به اسم اعظم خداوند قسم میخوره. یعنی تا این حد در دروغگویی و حق بازی و کلاهبرداری پیش میره که حتی از نام اعظم خداوند ابزار درست میکنه برای تخریب ایمان مؤمن. این شر بزرگه دیگه، یه شر که از این بزرگتر نیست. وسواس یه شر بزرگیه، و خناس
همون کسی که زیر گوش آدم دائم زمزمه های انحراف آمیز میکنه دائم. این سوره که یکی از دو سوره معوذتینه برای همین نازل شده. این شر بزرگیه، یعنی شر در مناسبات اجتماعی وجود داره، در عالم ممکنات وجود داره، این غیر قابل انکاره. یعنی یک تضادی، یک جدلی بین خیر و شر وجود داره. و انسان باید ایمان خودش رو حفظ کنه، پس باید به خداوند پناه ببره. خناس همون رویهی رو به کار میگیره که ابلیس به کار برد و آدم و حوا رو به انحراف کشوند به علت بی تجربگی. و در دومی سوره موعوذتین میفرماید قل اعوذ برب الفلق، یعنی خداوند شکافنده، که خداوندی که انرژی الفالق رو در هر حبه و هسته قرار داده، برای این که با روانه کردن این انرژی از قوه به فعل شر رو متلاشی بکنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. باز اینجا راجع به شر صحبت میشه، این شرارتی که به این ترتیب از خارج، از خارج از ذهن میتونه دامنگیر هر فردی بشه، و شرارتی که میتونه ذهن رو هدف قرار بگیره. اون شرارتی که ذهن رو هدف قرار میگیره اون شرارت خناسه که با وسوسه توامه. اما شرارتی که از خارج به انسان هجوم میاره، این شرارت رو انسان به خدا پناه میبره تا به نیروی الفالق که در وجودش هست از خدا بخواد که این نیرو رو فعال بکنه تا بتونه اون شر رو در برابر اون شر مانع ایجاد کنه، راهش رو مسدود بکنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. انواع شرارت رو میشموره. یکی از مهمترین انواع شرارت که در اینجا مورد ذکر قرار گرفته حسادت، حسادت حاسد. کسی که حسادت بر وجودش غلبه داره، یعنی حسوده. حسود در واقع صفت مشبه هست، این صیغه مبالغه که تبدیل به صفت مشبه شد، این ازش انفکاک ناپذیره. حسود تحت سیطره این زمیمه، زمیمه با دالزال خصلت زشته، جزء رذائل اخلاقی بهش میگن زمینه، چیزی که مذمت میشه، مورد سرزنش و ملامت قرار. این صفت حسادت که دست از سرش بر نمیداره و به سبب غلبه حسادت بر وجودش اون میشه حسود. حسود
یعنی تجسم حسادت، یعنی هیچ صفت دیگه این آدم نداره جز این که حسوده. یعنی حرف زدنش از روی حسادته، نگاه کردنش از روی حسادت، اندیشیدنش از روی حسادت، قدم برداشتنش از روی حسادت، یعنی حسد متبلور شده است، حسد تشخص پیدا کرده است به صورت یه آدمیزاد، ولی حسوده. یعنی سر تا پای وجودش تمام بافتاش آکنده از حسادته. تشعشعی که داره، میدان تشعشعش آکنده از حسادت. باید از شر یک چنین موجودی به خداوند دادن پناه بره تا با انرژی الفالق آدم رو حفظ بکن. و انواع دیگر رو که بیان کرده، من شر نفاثات فی العقد، من شر غاسق ندا بخم. خب اون کسی که استکبار ورزید، ابلیس، و استنکاف کرد از اطاعت فرمان خداوند، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از اون بهترم. حسود اینجوریه، میگه من از اون بهترم، و بعد میخواد اون رو بکشه پایین، پایین تر از خودش، پاشو بذاره رو سر اون، اونو مندازه زیر پاش. و در اینجا ما در این سوره فلق ببینیم که خداوند دستور میده به رسول اکرم تا دیگران هم پیروی کنند که قول بگو اعوذ برب الفلق، اما سوره سوم از چهار قول سوره مربوط به مرزبندیه میان شخصی که به معرفت حق رسیده، مرزبندی میان خیر و شر، میان ایمان و کفر، میان حق و باطل. بگو قول یا ایها الکافرون، خطاب به کسانی میکنه که با توحید مخالفند، میگه شما مرزبندی کن با اینا، مرز خودت رو روشن کن، حد اونا رو تعریف بکن، حد خودت رو هم مشخص کن که جای ابهام نداشته باشه، این مرز مخدوش نشه. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چیزی رو که شما میپرستید من نمیپرستم، و شما نمیپرستید اون رو که این، اون مرز یعنی اونا یه چیزی رو میپرستن، رسول اکرم هم پرستنده است، اما رسول اکرم پرستنده خدای واحده، اونها پرستنده هواهای نفسانی خودشون. ای هواهای تو خدا انگیز، و از خدایان تو خدا بیزار. اینها جزء کسانی هستند که جعل الهه هوا، که هوای نفسانی خودش رو به الهیت خودش انتخاب میکنه و نفس خودش رو میپرسته،
تمایلات نفسانی خودش رو بر این کافر یعنی. پس میپرسته یه چیزی رو ولی خداوند رو نمیپرسته. پیغمبرم یه چیزی رو میپرسته ولی هواهای نفسانی رو نمیپرسته. پس اینجا یه مرزبندی وجود داره. اینو روشن کن. قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین شما مال خود شما باشه، دین منم مال من. یه مرزی بین ما وجود داره. پس اینجا دو تا دین دیگه، اینجا الان صحبت از دو تا دینه، صحبت از یه دین نیست. یه دینه که خداوند قبولش داره، ان الدین عند الله الاسلام. اون دینی که خداوند قبولش داره دین توحید، دین نوح، دین ابراهیم، دین آدم، دین سلیمان، دین داوود، دین یحیی، زکریا، اسحاق، یعقوب، اینا این دینه که اسمش اسلامه، یعنی توحید، یعنی پرستش خداوند. در برابرش یه دین دیگه قرار داره که اون دین توش خداوند پرستیده میشه، اما اون خداوند خالق هستی نیست، اون خداوند یکتا و آفریننده نیست، هواهای نفسانیه، افراد. پس اینجا این مرزبندی صورت میگیره و وقتی که مرزبندی صورت میگیره یه ویژگی داره، یه خاصیتی داره، یه اهمیتی داره. میگه رسول اکرم، میگه من مأمور نیستم که شما رو به زور وادار بکنم که نظر منو قبول بکنی و تن به تسلیم نمیدم که نظر شما رو قبول کنم، ولی یه مرزی بین ما وجود داره. شما اون ور مرز پیرو دین خودتونی، منم این ور مرز پیرو دینم. من یه شهروندم، عقاید دینی و اعتقادی خودمو دارم، شما هم عقاید دینی و اعتقادی خودتونو دارید، با همدیگه هم زیستی داریم تو جامعه. نه من میخوام به شما زور بگم که شما نظرتون رو عوض کنید، نه شما اجازه دارید زور بگید که نظر من. و در این حال به لحاظ اعتقادی چیزی در هم ریخته نمیشه، قاطی نمیشه. به لحاظ اعتقادی شما پیرو جهانبینی خودتون هستی، منم پیرو جهانبینی خودم هستم، اما با هم تو جامعه همزیستی داریم. لکم دینکم ولی دین، اینجا دو تا دین وجود داره، دینی که شما قبول دارید و دینی که من انتخابش کردم که دین توحید، دین فطری. و چهارمین سوره از چهار قول، قول هو الله احد، در رابطه با خداوند، خداوندی که رسول اکرم میپرستش، که مؤمنان میپرستن، که عارفان میرند که به معرفتش نائل بشن. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره چهار تا دونه آیه داره، فقط چهار تا آیه. این چهار آیه مجموعش میشه یه دونه سوره، سوره توحید. سوره بقره که بزرگترین، بلندترین، طولانیترین سوره قرآن مجیده، اون هم یه دونه سوره محسوب میشه. پس ببینید این سوره توحید چقدر وزن مخصوصش بالاست که با چهار آیه فقط یک سوره کامل به شما میده. در این سوره
فقط راجع به خداوند گفتگو میشه، راجع به خود خداوند گفتگو میشه و مشتمل بر دو مجموعه آیه هاست، آیه های ایجابی و آیه های سلبی. قل هو الله احد، هو الله احد، الله الصمد، الله صمد، صمدانیت، صمدیت، احدیت. اینها آیات ایجابیه در مورد خداوند، مجموعاً توصیف خداونده با این آیات، با این کلمات، با این ترمینولوژی، با این واژه ها. اما جنبه ایجابیش لم یلد، یعنی زائیده نشده، ولم لم یلد ولم یولد، یعنی زاد و ولد کردن ارتباطی به خداوند نداره، اما از این که زایا باشه یا زایش پذیر باشه، هیچ کدومش به خداوند ربطی نداره. چرا این آیه؟ برای چیه؟ برای اینی که یک اعتقادی وجود داشت در شبه جزیره العرب در زمان رسول اکرم، در زمان ظهور اسلام، که ادعی بودند میگفتند که حضرت عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، فرزند مریم، روح الله، رسول الله صلی الله علیه، ایشون ابن الله، یعنی فرزند خداست. در این آیاتی که در سوره توحید اومده میگه خداوند نه خودش فرزند کسیه، پس یعنی عیسی نمیتونه خدا باشه چون فرزند مریم دیگه، مریم ایشون زاونده. و نه اینی که از او فرزندی در وجود میاد، یعنی این تقسیم بندی به اب، ابن و روح القدس که بهش میگن سه اغنون و اعتقاد به اون رو میگن الهیت تثلیثی، این رو در اینجا رد میکنه. میفرماید قل هو الله احد، الله الصمد، خداوندی که نه زائیده شده و نه از او چیزی زائیده میشه. لم یلد و لم یولد و بعد لم یکن له کفوا احد، و هیچ همتا و برابر، زد یا ند، به هیچ عنوان و به هیچ صورتی نداره. ما عدم هایی، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. الله الصمد، تو وجود مطلق و هستی. پس لم یکن له کفوا احد، یعنی خداوند مثل نداره، زد نداره، ند نداره و مثل نداره. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه خداوند نیست، هیچ چیزی قابل مقایسه با خداوند است. این در رابطه با نه فقط نفی تثلیثه، بلکه نفی سنویته، نفی هر نوع قول به شرکه،
این چهار سوره، یعنی چهار سوره قرآن مجید که با قل شروع میشه، این مجموعش خوندنش، تکرارش دارای یک ضرب خفیه، یک ارتعاشاتی در وجود انسان ایجاد میکنه وقتی ممارست کنه بر قرائت این چهار سوره، که سبب شرح صدرش میشه و قلبش انکشاف پیدا میکنه و به همین دلیل با تعمق و توجه به معانی این آیات، این مجموعه، خوندنش و تکرار و مداومت بر خوندنش و اندیشیدن بهش، به تجربه برای کسانی که به درجه بالای عرفان نائل شدند حاصل شده و این رو توصیه میکنند. برادر مکرمم فرزاد خان، بفرمایید. شما دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر ست با صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لا فز ولایت چون زنن دم زو صاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تبلو در زیر گلیم و خرچه را باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین استان ولی کردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار برادر مکرم سید خان گودرزی فاتحه الاولیا رو قرائت کرد. چشم برو. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاصر و الزمان
عجل الله و فرجه الشریف. و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راه نمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد و قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی. الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، پیش از اختتام مجلس تقریه امشب فاتحه‌ای برای برادر مکرم ایمانی آقای محمود خان مردانی که دیروز به خلبرین شتافتند قرائت میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در اینجا مجلس فقری اختتام پیدا کرد. حال ممارست باطنی خودمون رو شروع میکنیم. برادر مکرم فرزاد خان بفرم. چشم آمان. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هوا او را هم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس فقریه بعدی سلامت و موفق و مؤید در پناه حضرت حق جل و علا باشید. از همه شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. یا علی.